آیا تنش میان ایران و آمریکا در 45 سال گذشته به سطح کنونی رسیده بود؟ برنامه پایان برنامه امشب با گزارش بهمن سواقی. مردم ایران نمونه‌های پرباری از حمایت‌های آمریکا از ایران را در خاطره جمعی خود دارند. خدمات ارزشمند مورگان شوستر، آرتور میلسپو و حضور صدها کارشناس کشاورزی، صنعتی و آموزشی اصل چهار ترومن در روستاها و شهرهای ایران بخش‌های از آن است. اما چرا با روی کار آمدن جمهوری اسلامی این پیوند تاریخی جای خود را به تنش و درگیری داد؟ اگه یک آمریکایی میپرسید میگه خب از زمان گروگانگیری و گرفتن سفارت و از این حرفا، ایرانی میگه نه، این از زمان مصدق و کودتای 28 مرداد سال 42. هنوزم برای من میدونید این چرا اینطور تبدیل شد. حالا شما اسم بعضی ها رو مثل جوردن و بسکرویل و شوستر و اینا رو میگم، خب حتی بعد از جنگ دوم مثلا آمریکای خیلی هم کمک کردن در زمان قوام سلطنه و زمان بحران آذربایجان و اینا کمک کردن و حتی جمهوری اسلامی اینا رو قبول میکنه هرچقدر براشون مشکله ولی قبول میکنه. حالا چرا اینطوری تبدیل شد؟ این حتما نمیدونم به نفع یه عده‌ای این رهبرای جمهوری اسلامی، اکثرشون اینا تصمیم گرفتن که آمریکا ستیزی راه بقاشون. از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، ناتوانی روحانیون در اداره کشور چنان آشکار بود که بخشی از طبقه متوسط جامعه که تا آن زمان مرعوب جو عمومی انقلابی شده بود، برای نجات ایران از دست روحانیون به چاره اندیشی افتاد. روح الله خمینی با آگاهی از این وضعیت در پی یافتن انگیزه‌ای برای تقویت پایه‌های رژیم بود و اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن 444 روزه دیپلمات‌ها برگ برنده‌ای برای پیشبرد هدفش شد. The reason why the hostage crisis lasted so long is دلیل طولانی شدن بحران گروگانگیری این بود که آیت الله خمینی میخواست مطمئن بشه میتونه انقلاب رو به همون سیاقی که میخواد تثبیت کنه. خمینی میخواست با زندانی کردن بسیاری از کسانی که متهم به همکاری با آمریکا بودن، انقلابش رو قوام و ثبات ببخشه و بعدش هم به یک شخصیت کاریزماتیک برای هوادارانش در ایران تبدیل شد. بنابراین خمینی دو کار رو انجام داد: قطع هر گونه رابطه با آمریکا و از هم پاشیدن سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم. او لیبرال‌ها و کلاً مخالفان رژیمش را از مجاهدین خلق و فدایان خلق تا لیبرال‌ها همه و همه رو یا به زندان انداخت یا مطمئن شد که اونا مرعوب شدند. زمانی که دانشجویان پرو خط امام سفارت رو اشغال کردند، بهانه‌ای به دستش دادن که بهش نیاز داشت. به نظر من حتی اگه یه مدت دیگه‌ای هم با رژیم خمینی رابطه دیپلماتیک می‌داشتیم، باز هم بالاخره او سفارت آمریکا رو اشغال می‌کرد. این کار گریزناپذیر بود. جیمی کارتر در اوج بحران گروگانگیری درگیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و تحت فشار برای آزادی هرچه زودتر دیپلمات‌های گروگان گرفته شده در ایران، با عملیات نظامی موسوم به پنجه عقاب برای نجات گروگان‌ها موافقت کرد. عملیات ناموفق پنجه عقاب در 5 اردیبهشت 1359 در صحرای طبس به اجرا درآمد. اما آیا دولت کارتر راه دیگری برای نجات جان گروگان‌ها نداشت؟ خود کارتر هم گفته بود، گفت اینا اگه من قبول میکنم، یعنی شاه رو به آمریکا دعوت کنم، بعد سفارت ما رو بگیرن، افراد ما رو به گروگان بگیرن، شما من چی نصیحتی بده؟ این به مشاورانش گفته، یعنی خود کارتر پیشبینی کرده بود. وقتی که اتفاق افتاد با خود آیت الله خمینی تایید کرده بود، بعد دیگه بس خیلی مشکل شد. و من همیشه به کارتر خیلی احترام میذارم و ممنون هستم که بالاخره اولویت داده بود به حفظ سلامتی و جان ماها.
یعنی این بگیم که خب درست که طول کشیده، ولی بالاخره از راه یک ما همه 52-53 نفر از ایران سالم در اومدیم. دلایل شکست عملیات پنجه عقاب چه بود و چرا ارتش آمریکا با آن همه تجربه نظامی نتوانست این ماموریت را با موفقیت به پایان برد؟ چون در اون زمان یه رویکرد هماهنگ و واحدی در ارتش، یعنی نیروی دریایی و هوایی آمریکا، وجود نداشت تا بتونن با هم کار کنن. این اولین تلاش برای نجات ما گروگان ها بود. اما با در نظر گرفتن همه این موارد، مهم نیست که تلاش دولت کارتر در مذاکره راه به جایی برد یا نه. بیش از هر چیز دیگه واقعیت اینه که پرزیدنت کارتر میلیاردها دلار از دارایی های ایران در بانک های آمریکا رو مسدود کرد. این دلیل واقعی بود که ما تونستیم از ایران خارج بشیم. چون وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، ایران در وضعیت نظامی بدی بود و شدیداً به ارز و روابط بین‌المللی نیاز داشت. هنوز مردم ایران و آمریکا از کابوس گروگانگیری رها نشده بودند که حمله انتحاری 1 آبان 1362 به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی و نیروهای فرانسوی در بیروت رخ داد که در جریان آن 241 نظامی آمریکایی جان باختند. گروه شیعه نوبنیاد جهاد اسلامی لبنان به رهبری عماد مغنیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت و کمتر کسی در جهان غرب پذیرفت جمهوری اسلامی از آن عملیات بی اطلاع بوده باشد. اما بزرگترین درگیری نظامی مستقیم میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در غروب 29 فروردین 1367 در خلیج فارس زمانی اتفاق افتاد که نیروهای آمریکایی در واکنش به آسیب دیدن ناوچه خود بر اثر برخورد با مین دریایی رها شده توسط نیروهای سپاه در عملیاتی تلافی جویانه به نام آخوندک، طی چند ساعت دو سکوی نفتی ایران در خلیج فارس را به آتش کشیده و چندین ناوچه و کشتی ایرانی از جمله ناوچه‌های سهند و سبلان و جوشن را از کار انداختند. در 12 تیر ماه همان سال، هواپیمای مسافربری ایرباس ایران که از بندرعباس عازم دبی بود، توسط یگان‌های دریایی آمریکایی مستقر در خلیج فارس به اشتباه مورد هدف قرار گرفت. اما بحران هسته‌ای ایران و پیش برد دکترین محور مقاومت علی خامنه‌ای که اجرای آن به نیروی قدس سپاه واگذار شد، یکی از پرچالش‌ترین و خونبارترین تنش‌های حل نشده میان ایران و آمریکاست که از پیامدهای آن کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس و حمله موشکی سپاه به پایگاه عین‌الاسد نیروهای آمریکایی در عراق بود. دور تازه درگیری نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با سنتکام به حمله مرگبار پهپادهای گردانهای حزب الله عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن منجر شد. گرچه ارتش آمریکا تا کنون چندین مقر نیابتی ها را در عراق و سوریه هدف قرار داده، ولی ظاهراً ماجرا پایان نیافته. آیا احتمال حمله نظامی تلافی جویانه آمریکا به نیروهای سپاه همانند عملیات آخوندک در پایان جنگ ایران و عراق وجود دارد؟ ایران خودش رو برای حمله آمریکا آماده کرده بود. شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داده و حتی از ظریف وزیر خارجه پیشین هم خواستند تا به اونا مشاوره بده تا دریابند آمریکایی‌ها احتمالاً چه اقدامی رو انجام میدن. اونا نمیدونن، اما به نظرم به دلایل بسیار زیادی ایران خواهان جنگ در کشورش نیست و میخوام اینو تاکید کنم که خامنه ای خواهان ادامه انقلاب به شیوهیه که اون در نظر داره. او میخواد مردم در انتخابات خبرگان و مجلس شرکت کنن. او میخواد قدرت رو در ایران حفظ کنه و میدونه که رژیم ایران هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل محیط زیستی و بسیار دلایل‌های دیگه در وضعیت شکننده‌ای قرار داره. جمهوری اسلامی امروز تقریبا یک حکومت ورشکسته است و تنها چیزی که داره قدرت موشکیه.
با همه اینها فکر نمی کنم آمریکا در حال حاضر بخواد درگیری در خاورمیانه رو گسترش بده، اما ممکنه مجبور بشه به ایران که به کتایبه حزب الله عراق کمک میکنن در عراق ضرر بزنه، اما فکر نمی کنم آمریکا قصد آغاز جنگ با ایران رو داشته باشه. با همه این تنش‌ها، یک عامل تأثیرگذار مهم در ایران، سد بزرگ در راه هر گونه ماجراجویی‌های احتمالی حاکمیت برای کشاندن ایران به جنگ با آمریکاست و آن مردم ایران به ویژه نسل جوان است که برخلاف حاکمیت خواهان تنش زدایی و دوستی با آمریکا هستند. آدم تعجب می‌کنه که در یک کشور یه عده‌ای متأجر با عقاید قرون وسطا و عقاید عجیب و غریب کنار یک عده نسلی که اینقدر فکرشون و عقلشون روشن باشه. من نمیدونم این وضعیت تا چقدر میتونه ادامه بده. ظاهراً نسل جوان امروز ایران به این نتیجه رسیده که برای برقراری دوستی دوباره مردم ایران و آمریکا لازم است پیش از هر چیز با حاکمیت خود تعیین تکلیف کند.